شب بخیر، به افق نو خوش آمدید. بیننده صدای آمریکا هستید و من پیام یزدیان در 24 دقیقه پیش رو میزبان شما هستم. در برنامه امروز نگاهی داریم به آینده روزنامه‌نگاری در پی اشتباه محاسباتی رسانه‌های آمریکایی در معرفی پیروز میدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. تا پیش از اعلام رسمی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پیش‌بینی بیشتر نظرسنجی‌ها و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اصلی این کشور بر پیروزی هیلاری کلینتون متمرکز بود. این جریان به طرز شگفت‌انگیزی موفق شد افکار عمومی را برای پذیرش این پیش‌بینی آماده کرده و فضا را به سود آنچه خود دوست داشت مهیا کنه. به گفته یک تحلیلگر، رسانه‌ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک چنان فضایی از خبرهای نادرست واهمه برانگیز ساخته بودند که نه تنها مخاطبان که خود رسانه‌ها هم نیز به دام آن افتادند. این بنای شکل گرفته بر مبنای انکار واقعیت‌های جامعه که با نتایج انتخابات فرو ریخت، وجاهت و منزلت روزنامه‌نگاری را مخدوش کرد. با این همه، شمار بزرگی از کارشناسان رسانه‌ای با ابراز امیدواری به امکان ترمیم تصویر مخدوش شده رسانه‌ها در افکار عمومی میگویند رسانه‌ها می‌توانند با فاصله گیری از حباب‌های خبری و موج‌های کاذب بار دیگر جایگاه خود را در افکار عمومی بازیابند. آیا رسانه‌های آمریکایی به دلیل نقش پررنگ پول در رقابت‌های انتخاباتی به جای درک واقعیات جامعه و بازتاب نظرات توده جامعه به انعکاس نظرات نخبگان جامعه بسنده کرد و یا عوامل دیگری اشتباه محاسباتی رسانه‌ها را نسبت به شکست دونالد ترامپ توجیه می‌کند؟ و در نهایت مجموع این شرایط چه سرنوشتی را برای آینده ژورنالیسم و رسانه‌های جمعی رقم می‌زند و غول‌های رسانه‌ای در مساف با شبکه مجازی و رسانه‌های مستقل به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟ این موضوعات را با میهمانان برنامه امشب پی خواهیم گرفت. لطفاً با ما باشید. بیننده برنامه زنده افق نو از صدای آمریکا هستید. میهمان های امشب آقایان یحیی کمالی پور، رئیس بخش ارتباطات و روزنامه‌نگاری دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، و کیوان حسینی، خبرنگار رادیو فردا که سرپرستی صفحه ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو هم در وبسایت رادیو فردا بر عهده داشت و دارای تحصیلات روزنامه‌نگاری است. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اجازه بدید در ابتدای این برنامه بخشی از سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، رو در روزهای مبارزات انتخاباتی در پالم بیچ فلوریدا بشنویم که حدود یک ماه پیش ایراد شد و ایشون در این سخنرانی ضمن حمله به رسانه‌ها برخی از اونها نظیر نیویورک تایمز رو متهم کرد که در خدمت پیروزی خانم هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند. بگذارید شفاف حرف بزنیم. The corporate media in our country is no longer involved in journalism. شرکت‌های رسانه‌ای در کشور ما دیگر کار روزنامه‌نگاری انجام نمی‌دهند. بلکه آنها جریانی با منافع سیاسی خاص هستند که فرقی با لابی ها ندارند. دستور کار آنها این است که به هر قیمتی و هزینه‌ای که شده هیلاری کلینتون انتخاب شود و اینکه زندگی خیلی ها در این میان نابود شود برای آنها اهمیتی ندارد. آقای کمالی پور، نظر شما رو بدونیم در مورد اعلام حمایت گسترده برخی از قول‌های رسانه‌ای آمریکا از خانم کلینتون و عواملی که چه بسا باعث شد احتمالاً این رسانه‌ها پرنسیپ‌های روزنامه‌نگاری و اصل بی‌طرفی رو زیر پا بگذارند و در نهایت در حدس نتیجه نهایی این انتخابات هم دچار اشتباه بشن. بله، با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، ما یک انتخابات تاریخی و بی سابقه رو پشت سر گذاشتیم و با توجه به اینکه آقای ترامپ با رسانه‌ها آشنایی خیلی خوبی داشت و خودش برنامه تلویزیونی داشت برای سال‌ها، کاملا نبض رسانه‌ها رو می‌دونست، می‌شناخت و از اونها به نحو احسن استفاده کرد به صورت جنجالی. و همونطور که می‌دونید رسانه‌ها دنبال جنجال هستند و از همون ابتدا صحبت‌هایی که می‌کرد جنجالی بودن. بنابراین در طول انتخابات
پوشش بسیار زیادی از دون دادن که پولی هم براش پرداخت نکرد و از طرفی این بسیار دستشو گذاشت، انگشتشو گذاشت روی مهرهای اصلی که به نفعش بودن و من جمله این که رسانه‌های آمریکا، رسانه‌هایی که به اصطلاح رسانه‌های جمعی از طرف شرکت‌های بزرگ حمایت میشن و حمایت میکنن اونهایی رو که به سودشون، به نفعشون کار میکنن. میبینیم که در این ماجرا همه معادلات رسانه‌ای، تحقیقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی به هم ریخت. و خب حالا این سابقه داشته آقای کمالی پور از آیا شما فکر میکنید که این پرنسیپای روزنامه‌نگاری مثلا نیویورک تایمز بیاد و اعتبار خودش رو پشت مثلا پیروزی خانم هیلاری کلینتون قرار بده؟ آیا این درسته به واقع؟ درست بودنش ببینید، اونا چون اکثر رسانه‌های مکتوب حمایت کردند و اکثرا توهمشون این بود که خانم کلینتون برنده میشه، بنابراین پشت سر اون وایستادن. یعنی هیچ کس انتظار نداشت که آقای ترامپ به این صورت برنده انتخابات بشه. همه اکثر نظرسنجی ها هم درست از آب در نیومد. کاملا یک انتخابات بی سابقه و تاریخی است که همه رو به تعجب واگذار. بله، همکارانم اسامی رسانه‌ای که به طرفداری خانم کلینتون اعلام حمایت کردن رو صفحه تلویزیون اسامیشون نشون دادن. حالا آقای حسینی شما چه نظری دارید؟ آیا به واقع این فاصله معناداری بین نظرسنجی‌ها و نتیجه نهایی دیده میشه و یعنی که میشه این حکم رو داد که به دلیل نقش پررنگ پول رسانه‌های معتبر آمریکایی نتونستن از نظرات توده جامعه اطلاع پیدا کنن؟ پیام، اینجا دو تا نکته وجود داره. یکی حمایت رسانه‌ها و البته رسانه‌های نوشتاری آمریکا از یکی این دو نامزد هست که بیشتر از خانم کلینتون حمایت کردن، و نکته دوم گزارش دادن نظرسنجی‌ها هست. در بیشتر نظرسنجی‌هایی که انجام شد، رسانه‌ها اصولاً نقش عاملیت نداشتن. این نظرسنجی‌ها رو سفارش میدن یا مراکز دیگه اینو تهیه می‌کنن و رسانه‌ها اینها رو گزارش می‌کنن. اتفاقاً اگر که به آمار نظرسنجی‌های ملی هم نگاه بکنیم و ضریب خطای اونها رو در نظر بگیریم، با توجه به آرای نهایی که ریخته شد، اونقدر اشتباه بزرگی اتفاق نیفتاد. فراموش نکنیم که در نهایت خانم کلینتون موفق شد که آرای بیشتری از آقای ترامپ به دست بیاره و در بسیاری از نظرسنجی‌های ملی همونطور که پیش‌بینی می‌شد، رقابت این دو بسیار تنگاتنگ و نزدیک بود. نکته‌ای که وجود داره این هستش که در آمریکا یه سنتی وجود داره که برخی از رسانه‌های نوشتاری از یکی از نامزدها حمایت می‌کنند. قبلاً هم این اتفاق افتاده. نشریات منحصر به فردی مثل آتلانتیک و لس آنجلس تایمز هم که قبلاً این کارو نمی‌کردن، در این انتخابات استثنا این کارو کردن. پس به نظر تو ایراد کار کجا بوده و چرا نظرسنجی‌ها نتونستن پیشرازی ترامپ رو پیش‌بینی کنن؟ نکته اصلی و اتفاق اصلی در 3 ایالت افتاد. در بسیاری از ایالت‌ها نظرسنجی‌ها پیروز نهایی رو درست پیش‌بینی کردند، هرچند که باز هم در ایالت‌هایی که مثل تکساس یا ایالت‌های دیگه که پیش‌بینی می‌شد آقای ترامپ ببره و آقای ترامپ برد، باز هم آمار و ارقامی که می‌گفتند اونقدر دقیق در نیامد، آقای ترامپ با فاصله خیلی بهتری برد. ولی اشتباه اصلی در 3 ایالت ویسکانسین، پنسیلوانیا و میشیگان رخ داد که اگر خانم کلینتون این 3 ایالت رو می‌برد، برنده انتخابات می‌شد و در بسیاری از نظرسنجی‌ها پیش می شد که ایشون به راحتی این 3 ایالت رو ببره. ولی در 2 ایالت باخت، در ایالت سوم که هنوز در ایالت میشیگان همچنان ایشون عقب هستش. اتفاقی که اونجا افتاده این هستش که سفیدپوست‌های بدون مدرک دانشگاهی، طبقه کارگر سفیدپوست که رسانه‌های آمریکا دارن ازش حرف میزنن، گویا این نظرسنجی‌ها نتونستن آرای اونها رو و میزان مشارکت اونها رو درست پیش بینی بکنند. این بزرگترین خطایی بود که در این انتخابات در نظرسنجی‌ها اتفاق افتاد. یک خطایی هستش که
ریشه های علمی داره، ریشه بحث علوم اجتماعی هست. علت این که اینها نتونستن بفهمن که این طبقه کارگر سفیدپوست به کی رأی میده، واقعا مسائل پیچیده زیادی رو در بر میگیره. البته کمپین انتخاباتی آقای ترامپ به این موضوع اشاره کرده بود و در هفته گذشته در همین برنامه ما به این موضوع اشاره کردیم که اینها معتقدن که به هر حال بتونن بخشی از جامعه خاموش آمریکا رو بتونن پای انتخابات بیارن. حالا آقای کمالی پور، چرا این نظرسنجی ها در این عصر دیجیتالی ناتوان از ارزیابی درست نتیجه این انتخابات شدن؟ آیا شیوه تلفن زدن و یا شیوه نظرسنجی ها از خطای بالایی برخورداره و یا اینکه عوامل دیگه ای دخیل هست؟ چون این ادعا مطرح هست که رسانه ها در این دوره از انتخابات به دلیل نزدیکی رقابت ها این صحنه سازی رو به وجود آوردن و از درآمد سرشاری خواستن که برخوردار بشن و این جنگ وارد این جنگ رسانه ای شدن. ببینید، در نظرسنجی ها باید اون که نظرسنجی رو انجام میده و اون که به سوالات پاسخ میده به همدیگه اعتماد نسبی داشته باشن. متاسفانه اون اعتماد در این فضا وجود نداشت و نظرسنجی هایی که انجام شد خوب درست از آب در نیومد، چون مخاطبین اعتماد نداشتن. و بچه بسا خیلی از رسانه های معتبر آمریکایی هم خودشون مستقیمن این نظرسنجی ها رو انجام میدادن به واسطه نظرسنجی هایی که در روزنامه و یا در وبسایت های خودشون داشتن. درست، ولی یک باز هم بحث اعتماد خیلی مهمی اینجا. خیلی ها احتمالاً بر اساس گزارش هایی که من خوندم و شنیدم اینه که مخاطبین پاسخ صحیحی ندادن به سوالاتی که انجام شد، چه از طریق تلفن و چه از طریق آرایی که در حوزه های انتخاباتی جمع کردن. ولی در فضای اینترنت نتیجه این بود که آقای ترامپ احتمال این که رئیس جمهور بشه هست. می‌بینید اینجا یک شکاف هست بین رسانه‌های دیجیتال، فضای دیجیتالی و رسانه‌های مکتوب. ما می‌بینیم آقای ترامپ به خوبی از توییتر استفاده کرد به نفع خودش، بازم جنجال انگیز، و رسانه‌های به اصطلاح رادیو، تلویزیون و غیره اونو دنبال کردند و پوشش کاملی به آقای ترامپ در عرض انتخابات دادند. یعنی اصل موضوع اینه که اعتماد اگه نباشه بین اون که نظرسنجی رو انجام میده و اون که پاسخگو هست، نتیجه درست از آب در نمیاد. حالا چه به خاطر این باشه که نمیخواستن بدونن که همسایشون که اینشون به کی رأی میده، و یا اینکه به خاطر دلایل سیاسی یا مذهبی و غیره. بله، به قول خود کمپین ترامپ، رأی دهندگان خاموش و خجل. حالا آقای کیوان، از واکنش بنگاه‌های نظرسنجی از تو بپرسیم و اینکه به هر حال روزنامه‌نگاران در برابر این نظرسنجی‌ها باید چه واکنشی نشون بدن و برخورد کنن؟ بله، دقیقاً این مسئله‌ای که درباره اعتبار رسانه‌ها بهش اشاره کردی خیلی نکته مهمی هست. این نظرسنجی‌ها و پوشش خبرهای انتخابات یه چیزی شبیه به پیش‌بینی وضعیت هوا. شما اگر که وضعیت هوا رو همیشه بد پیش‌بینی بکنید، با اینکه مخاطبتون خیلی علاقه داره که بدون فردا بارون میاد یا نه، از شما ناامید میشه، دیگه سراغ رسانه شما نمیاد. برای همین بسیاری از رسانه‌ها همین حالا بحث‌های زیادی در گرفته در باب اینکه چه کار باید کرد و چطور باید این مشکل رو حل کرد. برخی از محققین علوم اجتماعی روش‌های تازه‌ای رو پیش‌بینی کردند و پیشنهاد کردند، و اتفاقا همونطور که میدونی در ایالت کالیفرنیا هم در دانشگاه کالیفرنیا یکی از اساتید دانشگاه موفق شد که این انتخابات رو درست پیش بینی بکنه، به خاطر اینکه اصولا به روش تازه‌ای از نظرسنجی طراحی کرد که اعتقاد دارن برخی که شاید در انتخابات بعدی ازش استفاده بشه. و اون هم به این ترتیب هستش که به جای اینکه زنگ بزنن به مردم و ازشون بپرسن که آیا شما به این نامزد رأی میدید یا اون نامزد، ازشون بخوان که
بین 0 تا 100 بگن چند درصد احتمال داره که به هیلاری کلینتون مثلا به نامزد حزب دموکرات رای بدن و چند درصد احتمال داره که به نامزد حزب جمهوری خواه رای بدن. این یکی از آلترناتیو هایی هست که پیشنهاد شده. دومین پیشنهادی که شده و بنگاه نظرسنجی احتمالاً برن سراغش در همین انتخابات دو سال آینده این هستش که به جای اینکه مدام از گروه های مختلف نظرسنجی بشه در طول فصل انتخابات، برن سراغ آدم های مشابه، یعنی یک سری آدم رو تعیین بکنن، یک گروه 2000 نفری رو، و در فواصل مختلف که به انتخابات نزدیک میشن از همون آدم ها بپرسند که نظرشون چی هست و به کدوم حزب تمایل دارن. من فکر می‌کنم که اصلاحات جدی در مسئله نظرسنجی و افکارسنجی در ایالات متحده آمریکا رخ خواهد داد و اگر اونها بتونن به آمار و ارقام دقیق‌تری دست پیدا بکنن، رسانه‌ها هم وضعیتشون راحت‌تر خواهد شد در گزارش کردن اون. ولی در این حال رسانه‌ها بار دیگر درس خودشون رو گرفتند که باید با حساسیت بسیار زیادی این نتایج این نظرسنجی‌ها و نتایج پیش‌بینی‌ها رو گزارش بکنن. آقای کمالی پور، در رسانه‌های حکومتی ایران مدام این نظریه مطرح هست که رسانه‌های آمریکایی کنترل افکار عمومی رو به دست دارن و میتونن ذهن مردم رو دستکاری کنن، ولی از سوی هم گفته میشه که رسانه‌ها درگیر یک جنگ رسانه‌ای شدن با حجم انبوهی از افشاگری‌هایی که علیه نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه انجام دادن. نظر شما رو بدونیم در این رابطه. پس با این اتفاقی که افتاد و نتیجه آرا به یک شکل دیگری اعلام شد، به نظر میرسه که این نظریه دیگه درست نباشه؟ خب همونطور که گفتم این معادلات عوض شده و باید راه چاره‌ای پیدا کرد. یک جالب اینجاست که حتی شبکه فاکس به جایگاه و نظریات خودش رو عوض کرد در طول انتخابات و مسلماً رسانه های جمعی در شبکه مورد اعتماد محافظه‌کاران و جمهوری خواهان، شبکه فاکس نیوز، بله مسلماً افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میدن. ولی فضای اون چی که اتفاق افتاده اینه که در فضای مجازی بسیار اتفاقاتی میفته. ما نباید نادیده بگیریم به اصطلاح نقش توییتر و نقش فیسبوک رو، که ما اینکه میدونید که الان به طور زنده هر کسی میتونه گزارش بده از هر جایی. در فیسبوک شما همزمان افرادی هستند که دارن گزارش میدن از تظاهراتی که داره انجام میشه یا سخنرانی هایی که انجام میشه. ما در یک دنیا و در یک فضای کاملا متفاوت از دیروز داریم زندگی حالا میکنه. آقای کمالی پور، به موضوع فاکس نیوز و تاثیر اون بر ذهن مخاطب اشاره کردین. برخی در دقایق اولیه اعلام پیروزی آقای ترامپ در مقابل هتل هیلتون در نیویورک که من اونجا حضور داشتم، ضمن اشاره به نقش منفی رسانه‌ها در پیروزی ترامپ به این موضوع اشاره می‌کردند که روسیه اتفاقاً به واسطه انتشار اسناد ویکی‌لیکس در رابطه با پشت پرده حزب دموکرات از طریق شبکه مجازی موفق شد ذهن رای‌دهنده آمریکایی رو به نفع ترامپ هک کنه، و چه بسا این حمله هکری به صورت اینترنتی نبود. نظر شما رو بدونید. درسته. ببینید، اون هست نقش آقای کومی هست، FBI، این که تا چند اندازه روسیه تونسته تاثیرگذار باشه توی انتخابات، و نقش دوستان آقای ترامپ که با افرادی در شوروی به اصطلاح همکاری داشتن و کار میکردن، و حتی رئیس پیشین CIA آقای ترامپ رو به صورت به قولی متهم کرد به جاسوسی برای روسیه، و این در شبکه‌های به قولی معتبر آمریکایی به قولی پوشش بسیار گسترده‌ای هم پیدا کرد. دقیقاً درسته. ببینید، این یک به اصطلاح مسئله بسیار بسیار پیچیده ای هست که میشه از جوانب مختلف به اون نگاه کرد، از طریق به اصطلاح
رسانه‌ای از طریق اصطلاح افکار عمومی، مسائل اجتماعی، سیاسی، تحلیلی، همونطور گفتم همه این معادلات به هم ریخته و باید همه اینها بازنگری بشه و چاره‌ای برای آینده‌ای بهتر که بتونه واقعا دموکراسی اونطور که باید و شاید عمل بکنه تعریزی بشه. و جالبه برای من خیلی از استادای دانشگاه که در این رشته و رشته علوم سیاسی هستن و برای سالها تحقیق کردن روی و نظرسنجی کردن، حرف اونها هم به اصطلاح نادرست، پیشبینی های اونها هم نادرست از آب در اومد. کیوان، به ظهور و بروز به قول رسانه‌های جدید اشاره شد. گفته میشه که در عصر جدید ارتباطات با ظهور توییتر، فیسبوک و یوتیوب دیگه این روزها بحث بر سر پسندیدن و لایک زدن هست و در مقابل اون هم لایک نزدن. و چه بسا مخاطب امروزی رسانه‌ها که آقای ترامپ به خوبی رگ خواب مخاطبانش رو طبق گفته آقای کمالی پور بلد هست، تحت تاثیر این قبیل از رسانه‌های مدرن به قول مخاطبان خودش رو قرار داد و تونست پیروز این میدان باشه. نظر تو بدونیم خیلی کوتاه. 100%. رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی همونطور که آقای کمالی پور گفتن، تبدیل شدن به یه فاکتور خیلی مهم که اتفاقا اگه برگردیم به مسئله افکارسنجی و علت خطای بزرگی که در نظرسنجی‌ها رخ داد، این نظرسنجی‌ها همیشه ضریب خطایی دارن. یک مارجینی رو تعیین می‌کنن که مثلا 1% اینور اونور اینو حساب می‌کنن. یکی از عواملی که احتمالاً از این به بعد باید اضافه کرد به اون ضریب خطای نظرسنجی‌ها همین رسانه‌های اجتماعی هستن و یک توییتر، یک فیسبوک، یک چیزی که به قول انگلیسی‌ها در واقع خیلی یه دفعه گسترده میشه و در دسترس همه قرار میگیره. یک ویدیو میتونه یک موج جدیدی رو در یک شهر درست کنه. و در انتخابات ایالات متحده آمریکا فراموش نکنیم که آرای بسیار کمی، تعدادی در حد چند هزار نفر، 5000 نفر، 10000 نفر در یک ایالت میتونن سرنوشت ساز بشن و تعداد آرای الکترال این انتخابات رو بسیار به شکل چشمگیری بالا پایین بکنن. به همین دلیل هم هستش که اتفاقا هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات بر روی شبکه‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری خیلی زیادی کردن، هرچند که به نظر میرسه در حال حاضر دموکرات‌ها باختند این بازی رو به جمهوری‌خواهان. بله، ممنونم. به قسمت نظرسنجی رسیدیم. قسمت نظرسنجی افق، شما پرسیدیم آیا خطای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آمریکا در ارزیابی از نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منزلت آنان را در افکار عمومی مخدوش کرد؟ بسیاری پاسخ آری دادید به این پرسش، حدود 72% و 27% پاسخ خیر. آقای کمالی پور، پاسخ شما رو بدونیم به این پرسش، آیا شاهد تحول مدرن در رسانه‌ها خواهیم بود و یا اینکه همچنان غول‌های رسانه‌ای و ارتباط جمعی بر اوضاع مسلط خواهند بود و تلویزیون منبع اصلی مخاطبان برای کسب اطلاعات خواهد بود؟ خیلی کوتاه. 100% در دنیای آینده کاملا متفاوت بود، همونطور که متفاوت خواهد بود. و همونطور که میدونید همه رسانه ها آینده، مخصوصا رسانه های مکتوب، آینده به اصطلاح روشنی ندارن و باید خودشونو با جامعه و اون چه که اتفاق میفته تطبیق بدن که هنوز این کار انجام نشده. ممنونم. و جایگاه رسانه‌های دیجیتالی هرچه بیشتر گسترده‌تر خواهد شد و تأثیرگذارتر. بله، ممنونم. کیوان، حدود 20 ثانیه به پایان برنامه داریم. از میهمانان محترم این برنامه که دعوت ما را پذیرفتند تشکر می‌کنم، آقای کیوان حسینی و آقای یحیی کمالی پور. به پایان این بخش برنامه افق رسیدیم. تا افق نوعی دیگر، روزگارتان خوش.